بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اولا خدمت هميه مردم عزیز کشور من مردم عزیز استان و برادران و خواهران تبريك ارجو سعید قربان را و مالا در این اید در یک شرایط قرار داریم که از لحاظ کرونایی شرایط بحرانی هست و مریضی فعلا که وارد کشور ما شده است جهش یافته و سریع از یک فرد به فرد دیگه منتقل میشه و ما باید این شرائط حساس و بحرانی را از یک طرف درک کنیم و سلامتي مردم و سلامتي جامعه برای ما حیاتي هست و برای ما مهم از سلامتي بحثداری بکنیم و, و از طرف دیگر ان اید صید قربان و نماز اید که یکی از هم شاعر دینی هستن قربانیه و نماز ما با این شاعر دینی را هم مراعات کنیم و بهترین صورتش اینه که به هر حال هم سلامتی فاسداری بشه و حراست بشه سلامتی و هم از شاعر دینی و ما با توجه به این که الان خوف حاکمه و ترس حاکمه که این گسترش پیدا نکنه و موج ما موج دیگری کرونا ای را داشته نباشیم و لذا در این شرایط خوف و ترس نماز لازم نیست بر مردم مردم می توانند در خانه بعد از نماز صبح نخوابند و به هر حال به اعمال مشغول باشم به نماز مشغول باشم به تکبیر تشریق مشغول باشم و مخصوصا کسانی که مشکوکان که مریضی اونها را گرفته و یا سنشون بالاست و به هر حال بر همه مردم عموم مردم لازم نیست نماز عید سید قربان ولی با همین حال بالاخره به طور کلی این تعطیل نشه یک جمعی برگزار کنند و اونهایی که نماز برگزار می کنند هم در مسلح های شهر باشه ایدگاه های شهر توصیه نمی کنم بنده به در مساجد محلی نماز اید برگزار بشه بلکه نماز توی فضاهای آزاد برگزار بشه بار رعایت کردن اے فاصل ہاں کیا محترس متر بادشاہ و مساجد محلی اکثران مساجد کچھانت و جمعیت امبوہ میشے و انتقال مریض ہی و این مگر المگر مسجد باز مساجد بزرگ ہاس کہ مسجد بزرگ ہی بادشاہ کے بتوانند ادل فاصل میں نماز گزار در حد دو متر رعایت بش و بیشتر ورات شراط ماسک وغیره و نماز به با امنیت برگزار بش وقت دخول و وقت خروج به محل برزار نماز جم نش وبالخر نماز برگزار بش جستهو ګرښته برگزار بش به افراد کمترې برگزار بشو زاهدان همین در نظر گرفتیم که ایدگاه قدیم که در محل شیر آباده هم اونجا برگزار میکنیم با یک جمع کمی و هم در محل که الان نماز جمعه برگزار میشه و هم در مسلح بزرگ ایدگاه بزرگ شهر که در قسمت های جاده گربند هست اونجا برگزار میکنیم و در جاهای دیگه هم اگر فجایی کشی برگزار بکنه مناسبه چون توی مساجد دیگه جمع بشن واقعا من توصیه هم به علما همینی و عزیزان که از این اجتناب بکنن که مردم گرفتار نشه این مریضی خیلی سری منتقل میشه و ما باید اسباب کاملا رعایت کنیم و توصیه میکنم به همین که عزیزان سر ساعت ما اینجا در نظر گرفتیم که راس ساعت هفت برگزار می کنیم نه سخنرانی قبلی نداریم و نماز و خطبه مختصری است و دعایی است و قبلا ما همین برنامه بودیم که بریم خارج از شهر و تعداد از سالحین شهر برداریم بریم جایی بعضی خواب هم دیدند روی مثلا دعای انجام بگیریم همون دعا را ما فردا در محل نماز اید باید جمعی مختصری برگزار میکنیم که بالاخره اینجا خودش یک شاعر دینی هست و نماز عید سنت اسلامی و ما امیدواریم که عید برای همه سعید باشه و مبارک باشه و ما با این تدبیری که کمی مقدارش رویش فکر شده بین بینه ما بتوانیم نماز برگزار کنیم که زراری هم داشته باشه برای جامعه خطر شویع کرونا را داشته نباشه سلامتی مردم هم به خطر نیفته و رعایت دین هم بشه و شاعر دینی بشه بین بین, بین بشه و انشالله ما نماز زود برگزار میکنیم مختصرتر برگزار میکنیم و نماز ما شاید به نیم ساعت هم نکشه کلا توصیه ما آن است که در تمام مراکز که نماز عید برگزار میشه در سطح استان هم پیش نهاده البته اینی که چنده توی جمعوری کمک نشود توی این فقط نماز خطبه دعا به همین اکتفا بشه مختصر برگزار بشه بیش دقیقه برگزار بشه نیت نیم ساعت برگزار بشه و توصیه دیگر اینه که توی ماشین هایی که سوار میشن جمع اونجا هم فاصله ها رعایت کن ها تو یک ماشین سواری چار نفر سوار بشه تو وانتی اگر کسی پشت می نشینه هم با فاصله باشد با زدن ماسک ماسک ضروریه فردا در کسانی که به نماز می حتما ماسک از خانهشون بزنند و بیاین امیدواریم که علماء عزیز ما و گرامی هم رعایت کنند این مسائل و مردم هم مراعات کنند و رعایت شرایط بیداشتی مهمه که ما به آن توصیه کنیم و تأکید میکنیم که فروتکل های بیداشتی مراعات بشه در محله که نماز برگزار میشه مسافه نکنن و اگر تبریک میگم به یک دیگه از فاصله تبریک بگم این اید ما ملاقات نداریم هیچ کسی نرود برای ملاقات زنان نرود بچه ها نارا نبرند نا برای تبریک به ملاقات هیچ که توی خانه تون بمانید، این دید و بازدید نداره توجه داشته باشید که قربانی بعد از اینکه نماز عید برگزار میشه ولی نماز عید که در شهر برگزار شد بعد از او قربانی نمیتوانید منتظر بمانید تا حالا ما تو توی زایدان ما هفت نماز برگزار فرض کنید تا هفتمیم نماز تمامه. شامی تو این به بعد قربانی هر بکش. توی شهرها هم به همین صورت می‌فرستید که نماز چه ساته اگر توی کل همین شهرها یه اگر ساعت هفت چون اینجا افق یکی است و مثلا نزدیکی اگر همه از اینجا تو افق داشته باشند ساته هفت هم سرده هوا و هم زوده و اینکه نرسن نرسم به نماز، ما هم این اینکه نرسم به نماز. اصلی اینه که, اصل که همین نماز توی شهر ترک نشه مسئله اینه برگزار بشه، بر کسی که آمد رسید ما با همون نماز میخانیم و تمام میشه، میتوانه هفته نیم بعد اینجا توی زایده قربانی کنن، جای دیگه هم همین بفرستن که بعد نماز تمام بشه تا قربانی بکشن. قربانی خیلی مهمه. و اجرش و زیادی بعضی تبلیغات می کنند که اگر شما به جای قربانی کفشول خرید بی و بیدید و به جای این کفشول اگر هم بخرید خرید و قربانی را هم بکشه چون قربانی به هر حال یک شاعر دینی دستوری و ما این را انجام بدیم و توصیه می کنم که گوشت قربانی را تنها نخورید به فقرا بدید به مساکین بدید کسانی قربانی ندارن توی شهر بعد، توی مناطق خیلی قربانی نمی گوش گوشت برسانید به اونها تو بدید منتظر نباشید که همه به خادم خانه شما مراجعه کنند اونایی که مراجعه نمی کنند به اونها هم برسونید اونی که مراجعه می کنند بدید و هم استفاده بکنید و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعید